خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از دور جدید برخورد با مفاسد اقتصادی خواهیم گفت تا آینده روابط ایران و روسیه. البته بحث راجع به این که این روابط تا کجا میخواد بره. سلام آقای بهنود، وسط تمام خبرهای ریز و درشت این هفته بیشترین چیزی که داد همه را درآورده قطعی آب و برقه در همه جای ایران، در بعضی جاها بیشتر، در بعضی جاها کمتر، طوری که وزیر نیرو هم در واقع عذرخواهی کرد بابت قطعی برق، چه در مناطق برنامه ریزی شده چه در جاهایی که تصادفی قطع میشه. بله دیگه، اصولا این میزان خشکی که در سراسر جهان انگار هست، چون در از امریکا هم خبر بدی رو جوش میرسه، اینجا در بریتانیا هم که میبینید که داره بیابون شده تمام چمن ها، ولی خوب تابستونی بجاش. بله شما مورد علاقتونه. این عوارض هم داره. البته یکی از حواشی هم که پیدا کرده اینه که وقتی که نفت رو ببخشید برق رو ما به همسایه ها میفروختیم به خاطر اینکه از زیادی تولید داشتیم، در نتیجه عراق، ارمنستان، افغانستان، اینها کسایی بودن که خریدن و الان تو این شرایط چون نمیتونیم بدیم لابد باید جریمه رو داد، چون یک دوتاشو میگن قطع کردن. ایران خب اعلام هم کردش که قطع صادراتش رو، صادرات برق رو به عراق قطع میکنه، ولی خب همچنان اینطوری که من چند روز پیش با یه خبرنگاری در هرات صحبت کردم، 60% برق هرات رو ایران داره میده که و اونجا هم البته مشکل هست برای اینکه به حال مشکل جهانی است، اینا هم به هم دیگه متصل شدن از این حرفا توش پیدا. میخوایم بریم روزنامه ها رو شروع کنیم با شهروند. شهروند تو این دوره که داره کار اجتماعی فقط میکنه کار جالبی کرده. این گزارش که دارید میبینید در وسط صفحه، این از پارازیت تهران آقای وزیر، این یه مقدمه داره. مقدمه‌اش اینه که آقای جهرومی رفته بودن شیراز و اونجا حرف زدن، از جمله این که گفته میشه که الان یک اراده‌ای وجود داره برای اینکه دیگه پارازیت رو بالاخره، یا دست کم دولت اعتقاد داره پارازیت رو باید جلوشو گرفت، ولی اصلا توی این سالهای سالی که پارازیت بوده و ظاهرا سازمانهای مختلف هم اومدن درست کردن، یه باید رفت اول این مراکز رو اندازه‌گیری کرد، دیدش که کجا بیشتره، اصلا نمیدونن کجاها هست، اصلا معلوم نمیدونن، اصلا غیر ممکنه که مشخص کنن. حالا اینا رفتن یه نقشه بر اساس اطلاعات موجود درست کردن که دست کم تهران نشون میده که در این نقاطی که داری میبینین خیلی میزان پارازیت بالاست و اینجا یه مراکزی هست برای فرستادن پارازیت. لویزان، تهران پارس، جامعه جمع، شهرک غرب، میدان هفته تیر، شهدا و شهرک بس. آنچنان که دارید میبینید این داره شمال تهران رو خیلی توجه میده و در این حال تهران پارس و اون نواحی رو دارید میبینید، غیر از اینکه غرب تهرانه، این دوتا مال منطقه شهر تهرانه. به طور کلی احساس میشه که وسط و جنوب شهر تا اندازه زیادی تمیزه. حالا اگه کسی پیدا شه بگه که بزرگان از رهبر تا بقیه اینجا زندگی میکنن، لابد حتی خیلی غربتر بعد از شهر که غربم تقریبا مثل اینکه خبری نیست. بله دیگه، اون ور که بیرون از تهران که اصلا جزء این نقشه نیست، اصولا تهران بزرگ رو دیده دیگه، اینجایی که خیلی کرج نزدیک میشه ندیده. بعدی روزنامه اعتماد، دارید میبینید این عکس معروفی رو که ماکرون گل چهارم فرانسه رو که زدن دیگه نتونست رو صندلی خودش بمونه و به این حالت که میبینین در اومده، رئیس جمهور یا نخست وزیر کرواسی هم داره اینجا این کنار داره توی سر خودش میزنه به خاطر که چهارمه دیگه. خیلی بله، اون شب خیلی شب پرحاشیه‌ای بود. بله. از اینکه بارون اومد فقط چتر بالای سر آقای پوتین بود، از اینکه رئیس جمهور کرواسی خیلی مهربون همه بازیکن ها رو بله، ماچ کرد و بغل کرد و اینا. و نکته جالب این که گویا تلویزیون ایران تا نفر دوم سوم رو هی مثلا رفته رو در و دیوار و جمعیت بعد دیگه نشون داده و آقای فردوسی پور هم گفته که آقا دیدین نشون دادین هیچ اتفاقی نیفتاد. مردم هم توی چیز توی شبکه‌های اجتماعی تشکر کردن از صدا و سیما که نتونسته
دیگه سانسور کنه. سانسور کنه. بریم روزنامه بعدی جوان رو ببینیم. ببینید در این هفته که به درست شما در مقدمه گفتید خیلی خبرهای حاد راجبه صندوق سامن الحجج بود، راجبه کسایی بود که در خود دولت گرفتن بر سر ماجرای خودروها و این اتفاقات افتاده. جوان هم ارزخاران و راندخاران الفرار. تصور پیش میادش که وقتی که همچین گزارشی داره نوشته میشه، این گزارشی است که دیگه حالا دیگه نگاه خیلی نگاه جناحی نباشه، یعنی دیگه انتخاب نکنی و وسط اونو انتقادش به دولت میتونه باشه هستش دیگه. بله، ولی اصولا این گزارش به طور کلی اساسش بر این است که رئیس قوه قضاییه گفته است که، یعنی انقدر مهم بوده که رئیس قوه قضاییه خودش اعلام کرده، رئیس قوه قضاییه گفته که برخی مسئولان وزارت صنعت احضار و ممنوع خروج شدند. بله. یعنی در حقیقت تو این مجموعه که ما داریم میبینیم این مسئله سامن الحجج است که الان آمارش در اومده که به اندازه 4 ماه یارانه کشور، به اندازه ساختن 30 تا بیمارستانه و چه و چه، از نظر کسی که این سفر رو تنظیم کرده است انقدر اهمیت نداشته که این 4 تا کارمندی که دستگیر شدند. و اینجا در اون کنار اون بالا دارید میبینید که متهمه سامن الحجج با نپرداختن بزرگترین وثیقه تاریخ به زندان رفت. مثل اینکه اگه شما کنم 4,000 میلیون میلیارد رو قاضی بالا برده، رقم ها عجیب غریبه که بالا خیلی ما از 4,000 میلیارد تومان به نظر میرسی که تازگی ها، حالا نمیخوام بگم بعد از اینکه سردبیر جدید آمده است، ولی به هر حال تازگی ها یه ذره در تیترهای جوان هم اون دقت سابق نیست. همین تیتر متهم سامن الحجج با نپرداختن بزرگترین وثیقه تاریخ به زندان رفت خیلی از تیتر زنای کلاسیک رو به آزار میاره، چون این تیتر خیلی تیتر پرکلمه ایست. بله. در حالی که تیتر باید خلاصه بشه. بریم جهان صنعت رو ببینیم. جهان صنعت روزنامه ایست که خب به طور جهان صنعت هم باز انتقادش به دولته. اصولا روزنامه ایست که ضریب انتقادش در ماهای اخیر همینطور هی رفته بیشتر بیشتر شده. تقریبا همه مقالاتش و گزارشاش انتقاد است از روش های اقتصادی دولت. در همین صفحه که دارید میبینید این کنار میگه جنگ اقتصادی داخلی است و بیشتر داره توضیح میده که میگن که جنگ اقتصادی، اما نمیگن که اگه جنگ، این جنگ برای چیه و ذینفعان این جنگ اقتصادی چه کسانی هستن. بیشتر داره انتقاد میکنه که ما هر موقع از جنگ اقتصادی حرف میزنیم بحث عوامل بیرونی و خارجی رو میکشیم وسط و یادمون میره که کلی عوامل داخلی هم هست، که این خب حرف درستیه، برای اینکه همین الان داره میبینی در این پرونده های فساد اقتصادی که همینطوری داره رو میشه، خب بیشترین چیز مسائل داخلیه تا حالا برسیم به درسته. ولی توجه داشته باشین که باید هماهنگی اینجا پیدا بشه. یعنی اینکه وقتی که شما نماینده مجلستون میاد اعلام میکنه که اگر روسیه نیامده بود با ما این قرارداد نبسته بود از گرسنگی می‌مردیم، اون وقت اگر که من و دیگران هم تصور کنیم که خارجیه و روسیه باید به داد ما میرسیده و اینا، که واقعش اینطور نیست واقعا طبیعیه. بنابراین بله این حرف حرف درستی است، ولی خود خبرهایی که منتشر میشه و اصولا روبرو شدن آدما با رفتن آقای ولایتی به اونجا و این سخن مهم آقای ولایتی که ما به روسیه اعتماد داریم، بله، که تقریبا میشه گفت که بیشتر اهل اطلاع و سیاست در ایران این جمله رو قبول ندارند و حرف درست همون چیزی بودش که همیشه گفته میشد، قرار نیستش که آدم به قدرت‌های خارجی اعتماد، هیچ کس نداره، منافعشونه، هر کدوم این کشورها منافعشون هست. این حرف هم زیاد زده شده، منتها گاهی اوقات هیجان زده میشیم. به هر حال این حرف درسته، حرفی است که در مقاله آقای محمد قلی یوسفی دیدیم. بله، بریم روزنامه بعدی، روزنامه ایران رو ببینیم. روزنامه ایران به همین موضوعی پرداخته که به هر حال موضوع مهم هفته بود. آقای واعظی وقتی تاییدش کرد دیگه تایید قطعی شد که دولت داره خودش رو به قول شما انگلیسی‌ها ریشافل میکنه، یعنی دوباره کابینه رو داره ترمیم میکنه و اینکه چی هست و کی هست و البته نگفتن و بحث در مورد این اصلی است. ولی این گزارش هم شما بگید، این گزارشی که ترانه بنی یعقوب نوشته. بله، خانم بنی یعقوب هست که رفته محله فرحزاد که در واقع کوه پایه های تهران شمال
و ما همه میدونیم که اونجا پر جاهایی که مردم میشینن، حالا یه غذایی میخورن، قلیونی میکشن و پر بچه‌های دست فروشه که حالا همه چیزای کوچولو مچولو رو میفروشن. یه مؤسسه به نام ماه و مهر اگه اشتباه نکنم، یا مؤسسه خیریه‌ای برای این بچه‌ها کلاس‌های درسی تعبیه دیده. این کلاس‌ها از خودباوری، از نقاشی، از داستان خونی، از هر چیزی که شما فکر کنید هست و این بچه‌ها هر زمانی که وقت داشته باشن وسط کاراشون خودشون رو به این کلاس‌ها میرسونن. و خانم بنی یعقوب میگه که علارغم اینکه هوا خیلی گرمه، اصلا انگار که این گرمای 40 درجه رو اینا احساس نمیکنن و به قول معروف مبهوت کلمه هایی که معلم داره میگه هستن. در صورت تیترش هست کلاسی برای لاله، کلاسی برای نرگس. این کلاس ها به اسم گل ها گذاشته شده و خب خیلی در واقع کار قشنگه و هدف این مؤسسه هم بیشتر کودکان و زنان هستن و کمک به اونا. آقای بهنوت میتونیم بریم کارتون ها رو ببینیم که اونها هم متاثر از اتفاقات هفته گذشته هستن. اول حاضر هادی هدایتی، کارتون از آقای امیر انتظام هست. بله، در حقیقت میشه گفتش که با همه مقاومتی که جناح تندرو کرد، یعنی در مقابل اصلاح طلب ها و بقیه که تجلیل میکردن از آدمی که به هر حال 20 چند سال عملا زندان بوده است و اونها هم در مقابل معتقد بودن که نه، همچنان بر سر اون احکام پافشاری میکردند و از اصلاح طلب ها میپرسیدن که اون موقع خودتون نظرتون این نبود، شاهد میابردن اینا، به حال یه جنگی هم طبق معمول دو طرف میکردن. ولی افکار عمومی بله، از کسی که روزنامه خارج هم حتی عنوان ماندلا ایران بهش دادن تجلیل کرد در غیابش و حق هم همین بود. یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که باز یعنی مرگ آقای امیر انتظام باعث شد که دوباره آدم ها برن و خاطرات ایشون رو مرور کنن. یکی از چیزهایی که برای من خیلی عجیب بود، یکی از اتهامات ایشون این بود که در مکاتباتی که با آمریکایی ها داشتن از کلمه مثلا دیر حالا هر چی استفاده میکردن و این اتهام بوده که چرا مثلا از کلمه دیر استفاده میکردی. بگذاریم بریم مهدی عزیزی کارتون بعدی و این هم فکر میکنم باز اشاره هست به همین داستان بحران آب و برق و داستان صادرات. بله، عادتا آب که ما نمیتونیم جای صادر کنیم چون نداریم. نه، یه شایعه شده بود که به کویت و اینا مدت هاست حرفش بود و تموم شد. مربوط است به سالها پیش، 20 چند سال پیش این بحث پیش اومدش که آب بدیم، ولی بعد از اون همیشه دیگه من کویت رو نمیدونم، ولی چند وقت پیش دبی که رفته بودم تعجب من این بود که بیابون رو تبدیل به بهشت کردن و ما بالاخره خیلی جاها که بهشت بوده رو تبدیل به بیابون کردیم. آبی نمیشه خورده، اون آبی که باهاش میشه بیابون رو بهشت کرد، آب شیرین کن درست میکنه. خب بالاخره دریاچه ها، تالابا و این همه چیزا که ما داشتیم همه استخر درست کنیم دیگه. حالا استخر باشه، چشم استخر هم درست. کارتون بعدی از جواد علیزاده هست. جواد علیزاده اون ماجرای ماده هجبری که همچنان هست و فکر کنم جدای از این تمام این اعترافاتی که سال هاست یه جوری رو اعصاب. بله دیگه، خیلی سریع هم آقای علیزاده صحبت کرده و یاد کارتون های اون موقع توی دوره توفیقش میفتیم. اولی وصل بهش میگه تلویزیون اعصاب خورد کن، دومی قطع میگه تلویزیون اعصاب خوب کن. آره، قاعدتا معتقده که بدون آره. تلویزیون صدا و سیما اعصاب آدم راحت وقتی دریاریم دیگه خوبه دیگه و این حالا تلویزیون اعصاب خورد نکنه. بله، بعدی از احمد عبدالله نیا، این هم باز داستان تلویزیونه. بله، خیلی کارتونیست های هفته با تلویزیون از هر طرف که میگین، همون اشاره که شما کردین راجع به تصویرها، تصویرهای بین بازی که باید هست میشد و اینا صحبت کردم، میگه اینم هم در حقیقت همون مضمونه که میگه خب خانم جام جهانی هم تموم شد، تلویزیون رو بذار تو آشپزخونه مثل سابق ازش به عنوان صندلی استفاده. بریم سراغ برگزیده ها آقای بهنود. برگزیده های این هفته ای که آوردین خب از این قبل از اینکه بخوایم برای ایران فردا رو برای فردا رو ببینیم، میخواین یه اشاره بکنیم به این گزارشی که روزنامه شرق در آورد در مورد در واقع پرونده متهمین سامن الحجج. بله، این گزارشی بودش که شرق تهیه کرد از بر اساس مستندات، نه بر اساس
خبرهای حالا تایید شده یا تایید نشده یا مثلا خبرهای شبکه‌های اجتماعی، نه بر اساس مستندات، ولی خیلی تکون دهنده بود چون گرچه که اسامی رو میم میم و الف میم و اینا گذاشت، ولی به هر حال بود رد پای برخی سلبریتی ها و مسئولان در، بله اینا رو هم دید، یعنی فقط این طرف هم رفت، یعنی سلبریتی ها هم دیدش تویش، از جمله اشاراتی که میکرد به یکی از وزرای دولت آقای احمدی نژاد بود. بعد که دفتر آقای متکی اطلاعیه صادر کرد معلوم شد که مقصود، چون در گزارش نیامده بود، معلوم شد مقصود آقای منوچهر متکی بوده است. ایشون یک اطلاعیه ای داده و گفته که این خبرها غلطه و این رو تحت تعقیب قرار میده. البته عکسایی که منتشر شده در همه مجامع عمومی ایشون نشون میده بغل دست همین آقای که الان در نفر اول این سامانه اجاز که الان وانم چند صد هزار میلیارد هم رقم ها رو دیگه نمیفهمید. برای که یه ذره بدونید در مورد چی در واقع داره صحبت میکنه، روزنامه شرق میگه که وقتی که سال 80 این مؤسسه شروع به کار کرد با 6 میلیون و 300 هزار فقط هم قرار بود در سبزوار باشه، سال 88 یعنی 8 سال بعد شد 87 میلیارد، سال 88 تا 94 که اوج جذب سرمایه بوده میرسه به 12,213 میلیارد تومان و بعد این مؤسسه همینطوری تعدادش بیشتر و بیشتر میشه و کل ایران، یعنی فرست نشنال سیتی بانک و راکفلر هم اینطوری رشد نکرد. نکته جالب دیگه اینه که ابوالفضل میرعلی که متهم در واقع ردیف اول این پرونده هست به گفته وکیلش باغدار و دامدار بوده، فقط دیپلم داشته گویا و از نزدیکان گویا آقای علم‌الهدا بوده و خب نه آقای علم‌الهدا نه، ایشون داماد کسی است که قبلا امام جمعه سبزوار بود. بله خلاصه پرونده اینطوری بوده. خب بریم سراغ برای فردا. برای فردا نشریه‌ای که ملاحظه می‌کنید آقای نجفی رو گذاشته، کارگردان رو محمد علی نجفی رو روی جلد، به خاطر اینکه نشریه اصفهانه. ولی نشریه‌ای که در اصفهان در میاد دو تا گزارش اصلی داره که هر دو تاش مسئله ایرانه در حقیقت، گرچه که از دید اصفهان تهیه شده. یکیش گزارش فوق‌العاده خوبی است راجع به اصولاً این شهر به عنوان پذیرایی کننده از ادیان مختلف، چون هم زمان شاه عباس هم زمانهای دیگه افرادی کوش داده شدند اوردن، اینا از قبل از اسلام هم بودن در اون مناطق. اگه شما نکنم ما قدیمی ترین کلیسا رو در اصفهان داریم، یکی از قدیمی ترین ها رو در کلیسا آتشکده های مختلف تو همین کنار خود شهر کسوفه اونجا هستش. شهری روشن چون فکر دانا، نگاهی به جامعه زردشتیان شهر که خب مهمه، جای مختلف زردشتی ها رو توضیح داده که در شهر جای مهمی دارن، پیامبری از آویج آتشکده ها و اینها، تا اینکه آیین هایی که دارن، آیین های شادی که دارن و اینها در اصفهان انجام داره میشه، هنر ایران چقدر در پرتو اون قرار گرفته، اینا همه که میبینین ادامه اون بخشه. بعد میرسیم به گزارش دومی. گزارش دومی به نظر گزارش اصلی تره و اون قضیه زن هست و دوچرخه. برای این گزارش کار خیلی جالبی کردن. اولا که رفتن با مثلا فرض کنید که در اصفهان مگه زنا میتونن دوچرخه سواری کنن؟ حالا داره سابقه میده دیگه، قصه بانوان اصفهان، اندر احوالات اولین بانوی دوچرخه سواره در اصفهان. یه آگهی رو چاپ کرده است از روزنامه اطلاعات مهر 1317، یعنی 80 سال پیش، که توش نوشته شده بهترین دوچرخه زنانه با تمام لوازم 38 تومان. بله، بنگاه تجارتی البرز، خیابون فردوسی. خیلی خوب، معصومه گودرزی گزارش نوشته از اینکه اولین بار کی اومد، چه جوری اومد، آگهیاش چه جوری بود و اصولا این سوغات فرنگ بود یا نبود، که طبیعتا بود، و چه کسانی بیشتر شاهزاده ها و ثروتمندا بودن. شیوا نظرهاری زیر عنوان سه‌شنبه های پاک بدون زنان پاک نیست داره اشاره میکنه که اگه دنبال هوار پاک هستیم و توصیه میکنیم دوچرخه سوار شن، نمیتونید بگید نصف جمعیت نمیتونه سوار شه و انتظار داشته باشین این پاک باشه. حرف خیلی درست و روشنی است که مثل خیلی چیزای دیگه به قول شما. بعد با خانم خاجوی، اولین بانوی مدال آور ورزش سگانه، اصفهانیه، با ایشون صحبت کرده خانم الهه باقری.
آها این وسط یه خانم دو چرخ سواری پیدا کرده که تو نجف آباده. نجف آباد یادتون باشه شهر خیلی مذهبیه. آقای بهنادی یه ذره خلاصه‌تر بگید. خلاصه‌تر بگید. بقیه رو ببینیم. بعد آره این خانم فاطمه بیگم فیروزی عکسش رو اینجا اگر بتونید ببینید. ایشون اصلا داستانش با دوچرخه خیلی داستان وانمکیست. یه خانم محترمی است که نوه داره تو 50 و چند سالگی اومده به نوه گفته من دوچرخه یاد بده. و اونم گفته نمیشه تو شهر و اینا سوار شده افتاده گفته مادر میافتید دست و پات میشکنه گفته نه با فشار این کارو کرده و در نتیجه الان با روزا هم با این میره مسجد هم با این میره جای مختلف از نجف آباد پا میزنه میاد اصفهان مدام بعد آقایون علما آقای بهنود بزنید بریم رو مجله بعدی شما مانع نشین بذارید نظرشون بگن خیلی نظر جالبیه چون بعضیشون مخاطبان ما این مجله رو آره به حال مجله اصفهان از دست ندید تا من برم سراغ مجله شیراز. خب بریم آنگاه و شیراز رو ببینیم. بله آگاه نشریه محترمی که البته مجله مال شیراز نیست ولی در مورد شیراز در مورد شیراز دیگه ما چون اصفهان بود فکر کردیم دیگه باید فوراً خودمون رو بزنیم شیراز وگرنه شیرازی‌ها شیراز شهر گفتگو. بله اونجا قرار شدش که نصف جهان شهر دیگه ای باشه. یه عکس خیلی خوبی از عکسای عطار عباس عطار زنده یاد چون حال دیگه چند وقتی است که ایشون فوت شده انداخته از چند تا زن در حافظیه شیراز 1350 برای کسایی که تصور میکنن چادر بعد از انقلاب اومدن بعد نیست گاهی اوقات این عکس ها رو نگاه کنن متوجه شدن که چادر قبل از انقلاب هم بود ولی زورکی نبود. حالا اینجا چند تا چیز داره از جمله وحید داور یک مصاحبه کرده با بزرگ شیرازی ها معلومه که آقای ابراهیم گلستان درباره خاطرات او و کسی دیگه ای رو نمیتونسته بهتر از آقای گلستان پیدا بکنه تمام کوچه پس کوچه های اون موقع رو با اسم همشاگردی هاش و اینا همه یادشه معلم مدرسه کی بود پدر خانم دانشور اونجا رئیس بهداری مدارس بود و حرفای شیرینی از این قبیل و طبیعتاً وقتی که به شیراز میرسیم سراغ زندیه گرفته میشه همونقدر که اصفهان سراغ صفویه رو میگیره شیراز طبیعتاً سراغ کریم خان گرفته میشه توش حرف زده میشه. اگر خیلی کوتاه تجارت فردا رو بگیم بعد بریم نکته آخر دیگه چون اینقدر که شما دستتون اینطوری و اینا کردین اتفاقا نمیشه ولی همینقدر سعی میکنم که برای شما اینا عرض کنم دلیل اینکه این آقای محترم که داریم میبینه آقای هانکه امریکایی است استاد اقتصاد معروفی است کتابای معروفی داره استاد دانشگاه جانز هاپکینز هست و خیلی نظرات جنجالی داره در مورد اقتصاد ایران برای به خصوص برای به اصطلاح محاسبه تورم داره بله. که فقط هم توی ایران پیاده نکرده ولی یک در ایران یکی از اصولاست اگه اشتباه نکنم اصولا اشاره میکنه به نوعی از کشورها این کشورها کشورهایی هستن که دولتاشون به هر دلیلی از دلایل در نرخ ارز دستکاری میکنن بله. یعنی از بودجه میدن برای اینکه اونو پایین نگه دارن که اثرش رو بقیه چیزا بدن این کشورها صاحب بازار آزاد میشن این بازار آزاد همون چیزی که ما الان ازش صحبت میکنیم میگیم مثلا دلار 10000 تومانی یا 9000 تومانی یا 8000 تومانی هر چی ایشون میگه مبنای محاسبه تورم غلطه اون چیزی که دولت ها و بانک مرکزی کشورهای مثل ایران اعلام میکنن بلکه این مبنا رو رفته مال ایران حساب کرده میگه 117% این در حالی است که ما به طور رسمی همچین رقمی رو نداریم حتی بانک جهانی هم همچین رقمی رو که ایشون میگه نداره پس این یه بحثی در گرفته این بحث رو کشونده به یه میزگردی با دو سه نفر از خود مجله با ایشون حرف زده چقدر این استاد محترم با خوشدلی و خوبی و روی خوش با قضیه روبرو شده و توضیح داده که پایش چیه توضیح داده که چرا میگه که این نرخ ارز سیاه بازار سیاه تعیین میکنه همه اینا رو توضیح داده یه جایی هم که آورده گفته پی دی افشو براتون میفرستم سورساشو براتون میفرستم لینک ها میفرستم خیلی استادانه با این قضیه رو بشه و به نظرم میرسه که خیلی کار مهمی کرده تجارت فردا هم ایشون گذاشته رو جلد هم موضوع اصلی مجله رو همین قرار داده بریم کارتون آخر رو ببینیم کارتون از صفحه بی قانون مال در واقع زمینه طنز روزنامه قانون و خب خیلی جالبه کلید هست و دستای احتمالاً آقای رئیس جمهور میگه که نه اینطوری نکنیم ببینید دارید خلاصه میکنید نه الان میگم رئیس جمهور هر سه شب یک بار منزل میروند به نقل از روزنامه آفتاب یا مردم برای ما که کاری نتونستی بکنی حداقل خانومتو دیگه شاکی نکن وسطی هم روزنامه شرق چرا افکار عمومی ایران نسبت به رابطه با روسیه بدبین است
بعد اون زیر نوشته شما به کسانی که وقتی بارون میاد فقط رو سر رئیس جمهورشون چتر میگیرن خوشبین میشی. واقعا آخه دو تا رئیس جمهور دیگه اونجا بودن. بله. بعد این آقا رو گذاشته این ور خیلی شیک و قشنگ با یه لیوانی که حالا معلوم نیست توش چه. عضو کمیسیون انرژی مجلس، فرزندان مسئولان باید در همین کشور زندگی کنند که نمیدونم چی سختی میکشن که بقیه سختی میکشن. آره، با سختیاشون آشنا بشن. بله. مسئولان هم میگن این بچه‌ها حساسن، تحمل دیدن زجر مردم رو ندارن. برای اینه که میرن هوای اونور و اینا. شما نکته آخر بفرمایید. من چیزی که انتخاب کرده بودم از هومن جعفری بود که اشاره کرده بود به یه خبری راجع به پادشاه اسپانیا که گفتن که مثلا یه معشوقی داشته سابق، حالا پادشاه سابق ها، پدر پادشاه فعلی خوان کارلوس. چیز خیلی عجیبه. آره میگه که اون یه کاری کرده بعد مثلا چند صد هزار مثلا دلار چیز کرده اینا. جعفری نوشته واقعا ما شرمنده این پادشاه قبلی اسپانیا هستیم، چقدر مردم اسپانیا بد اقبالن. آخه اینم شد کار، بیان مثل ما پاک دستی رو یاد بگیرن. شما کجا دیدین مسئولان و وزرا و مدیران ما اصلا نه یه دونه از همسراشون شغل دولتی دارن، نه اصلا اهل خرید فروش هستن، نه دنبال این کارا میرن، نه زبانم لال پای همسر دیگری در میان است. حداقل مدیران ما انقدر مرد هستن که اگرم شیطان گوروشون زد خواستن اختلاسی چیزی بکنن همسر خودشونو میارن، نه دوست دخترشون. مثل احتمالا اشارهش به همه پرونده سامن الحجر، چون نفر متهم ردیف دوم همسرشون است. ممنون آقای بهنود، مثل همیشه ممنون هم از شما. تمام راه های تماس ما به روی شما بازه. نظرات و انتقاداتتون در مورد برنامه های بی بی سی فارسی رو میتونید برای ما بنویسید. تمام راه های تماس رو دارید میبینید. بهترین راه تلگرام هست، به آدرس @bbc شما نظراتتون رو برای ما بفرستید. تا هفته آینده همینجا از طرف خودم و آقای بهنود از شما خدافظی میکنم. شب و روزتون خوش.